بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت دانش آموزان عزیز شبتون بخیر ان که روزها و شب‌های زمستانی خوبی رو تجربه بکنید و اوقات خوب و خوشی رو داشته باشید خب در خدمتتون هستیم برای جنبندی امتحان نوبت اول دی ماه و بیان نکته ارزشمند در خصوص درس فارسی که میتونه خیلی راهگشا باشه براتون و خیلی بهتون کمک بکنه قبل از اینکه بچه ها من شروع بکنم و مباحث رو خدمتتون بگم دو تا توصیه دارم بهتون فقط دو تا توصیه یکی این که حتما بچه ها درس ها رو با نگاه مفهومی بخونید برای امتحان به اضافه واجنامه های آخر کتاب به اضافه واجنامه های آخر کتاب دوم قلم فکری زبانی ادبی و فکری رو بچه حسابی بخونید قلم فکری زبانی و ادبی این خیلی مهمه حتما لطفا به این دوتا مسئله خوب دقت بکنید توجه بکنید تا این دیگه توی امتحان دیما کمترین مشکل رو بهش بخورید این نکته مهم بچه توی کنکوری که شما قراره بدید میشه 1401 درسته محمد آقای حسین زاده درسته؟ درسته؟ بله 1401 میشه بچه کنکور 98 و 99 فوقلاده مفهومی بود 1400 فوقلاده مفهومی میشه 1401 دیگه این فوقلاده ها رو به توان این کنید پس دانش آموزی که از الان مفهومی بخونه خونه درس ها رو موفقه دانش آموزی که مفهومی بخونه موفقه مفهومی نخونید بچه ها موفق نیستین تمام خب بچه ما در جلسه پیش یک سری توضیحاتی دادیم درباره قاضی بوس گفتیم که قاضی بوس از اون درس های مهمی هست که حتما بچه ها ازش همکاره ما در درس های مختلف سوال دارن لطفا بهش دقت داشته باشید چند تا نکته هم جلسه پیش براتون گفتم توضیحاتش رو دادم حالا میرسیم من یک پاراگراف دیگه تقریبا بچه از اینجا میخونم و بعد دیگه رها میکنیم بقیه رو دیگه لطفا به همین سبک و سیاه خودتون ادامه بدید درست شد؟ خب از قضای آمده بچه ها یعنی تقدیر یعنی سرنوشت پس از نماز پس از نماز متمم امیر کشتی ها بخواست بچه جمله اگه گفتن اجزا رو مشخص کن شما اول باید بیاید توی فعلت چه چیزی را بخواست کشتی ها را پس کشتی ها میشه چی مفعولت نهادمون هم میشه چی بچه ها امیر من یک کم دیگه نازکترش بکنم و ناوی ده بیاوردن بچه ها ناو کشتی قایق های کوچیک فقط یک نکته مهمی اینجا وجود داره بچه ها حواستون باشه ناوی ده در اصل هست ده ناو وقتی که جای صفت و موصوف تغییر بکنه بهش میگیم ترکیب وصفی مقلوب بچه ها قلب شده جابجا جا شده ده چه نوع صفتی بود قبلا گفتیم صفت شمارشی یکی بزرگتر از جهت نشست او از جهت برای بچه برای نقش دستوری چیه؟ متمم ببخشید حرف اضافه کلن از جهت بچه ها یک حرف اضافه است دو تا حرف اضافه نیستش برای نشست او بچه یکی بزرگتر از جهت نشست او نشست او رو کلش رو میگیریم چی متمم بچه اگه گفتیم نشست او ترکیبمون چیه اضافیه واو واو چیه بچه ها عطفه چرا چون بین دو تا واژه اومده و جامعه ها افکندن بچه ها جامعه افکندن کنایه چیه؟ کنایه از اینه که لباس رو از تن بیرون آوردند لباس رو از تن بیرون آوردند و شراعی بروه کشیدن بچه ها لباس ها رو بیرون آوردن کف ناو انداختن تا پادشاه یا امیر مسعود که میاد به اصطلاح اذیت نشه شرا بچه ها به معنای سایبانه کلمه مهمی اگه سوال ازتون پرسیدم وی به چی برمیگرده به چی برمیگرده بچه ها کی میتونه بگه نه بچه ها این خیلی وقتی میگم مفهوم خوندن یعنی این بچه ها نه نه باز چی بچه ها این از سوالات من توی امتحانم بوده حالا خیلی سخت بوده <تص> بچه ها نگاه کنید و شرایی بر وی کشیدن شرای که بر امیر نمیکشن شرا که بر لباس نمیکشن اون سایبان رو بر چی میکشند بچه امیر سوار چی بود سوار ناو یا کشتی یا قایق کوچیک درست شد پس اون وی بر به اون ناوه و وی آنجا رفت بچه ها. و وی آنجا رفت و از هر دستی مردم دست یعنی نو یعنی سنف در کشتی های دیگر بودند بچه ها کشتی های دیگر دیگر صفت پیشینه باید اینجا قرار بگیره پس این رو هم بچه ها چی کنگیم اینجا؟ گفتیم ترکیبه وصفی مغلوب ترکیبه وصفی مغلوب ناگاه آن دیدند که چون آب نیرو کرده بود چون هنگامی که آب نیرو کرده بچه ها کنایه است کنایه از اینه که قدرت آب بیشتر شده فشار آب بیشتر شده و کشتی پر شده نشستن و دریدن گرفت کم کم کشتی داشت نشست میکرد و چوبهاش از همچی میشد کنده میشد آنگاه آگاه شدند بچه ها گاه و آگاه رو ما جناس میگیریم جناس چی ناهمسان که قرقه خاص شد بچه ها قرقه شدن کنایه از قرقه خاص شدن بچه خواست قرقه شود قرقه شود یعنی قرق شود بانگ و هز و قریب خواست بچه بانگ هزا هز و قریب اینها با هم هم معنیه هزا هز املایش فوق العاده مهمه واو هاش واو عطفه خاص بچه ها بچه یک نکته مهم اینجاست خوب لطفا دقت داشته باشید ما یک سری از کلمات رو داریم تحت عنوان کلمات هم آوا خوب دقت بکنید آقا خواست و خواست این خواست به معنی طلب کردنه این خواست به معنای بلند شدنه حواست به این داستان باشه مثل هور و هور هور به معنی خورشید رو تایپ بکنید بچه ها هور به معنی خورشید درود بر شما احسن آقای حسین زاده آفر نه 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 آقای حسین زاده یا من چشم اشتباه کرد بچه ها به معنی خورشید این میشه این حور به معنی خورشیده این حور بچه ها به معنی چیه فرشته است درست شد این هم یاد بگیرید خب اینا رو همه رو بچه ها بهش میگیم کلمات هماوا حواستون بهش باشه امیر برخواست بلند شد و هنر آن بود که کشتی های دیگر به او نزدیک بودند. هنر آن بود کنایه از شانس آورد خوب شد ایشان درجستند فرار کردند هفت و هشتند و امیر را بگرفتند چه چیزی را بگرفتند امیر را پس میشه مفعول و بره بودن و فراریش دادن از توی کشتی که داشت به آب می نشست و به کشتی های دیگر رسانیدن و نیک خوف... کوفته خوف، شد واو باز واو ربطه نیک کوفته شد یعنی خوب خیلی بچه نیک قیده کوفته شد یعنی آسیب دید بچه چطور شد کوفته شد کوفته رو نقش دستوریش چی میگیم بچه ها؟ بگین سریع چطور شد؟ کوفته شد شد میگیم فعل اسنادی نه های حسین زاده شد رو بهش اسب بود شد گشت آفرین خانم خوش رو بچه ها فعل اسنادی و کوفته میشه چی؟ مسند و پای راست افگار شد چطور شد؟ افگار شد مسند اسنادی افکار یعنی زخمی مجروح چنان که یک دوال پوست بچه دوال یعنی کمربند یعنی میگه به اندازه یک کمربند پوست از پاش کنده شد و گوشت بگسه است گوشت پا چی شد؟ پاره شد و هیچ نمانده بود از غرق شدن بچه هیچ نمانده بود از غرق شدن کنایه است از چی؟ نزدیک بود غرق شود اما ایزد رحمت کرد بچه کرد فعلمونه ایزد نهادمونه رحمت میشه مفعول ایزد رحمت را کرد درست شد پس از نمودن قدرت پس از قدرت نمودن جمله ها رو بچه باید درستش کنیم ها میگیم چی؟ پس از قدرت نمودن پس از قدرت نمودن سوال اگر سوال ازتون بپرسم توی امتحان قدرت نقش دستوری شی چی میگین لطفا با دقت جواب بدین آفرین خیلی عالیه بچه جمله رو درست کرد گفت که پس از قدرت نمودن پس میشه چی متمم و چون آه پس از و سور و شادی به آن بسیاری تیره شد بچه ها یک معنی شادی سور کلمه مهم املایی فوقلاده بچه ها سینش به آن بسیاری تیره شد تیره یعنی بیارزش تیره بچه ها نقش دستوریش مسند و چون امیر به کشتی رسید کشتیها براندند و به کرانه رود رسانیدند و به کرانه رود رسانیدند درست شد بچه ها بچه ها اینجوری باید ادبیات خونده بشه یعنی دانش آموزی هر کلمه ای که بهش دادن باید نقش های دستوریش آرایه هاش معنی و مفهوم رو کاملا بلد باشه حالا من یک پاراگراف هم بدون این توضیحات دیگه بچه ها براتون میگم که دیگه معنیش براتون راحت باشه درست شد بچه ها اینجا یک کلمه یک عبارت مهمیه نگاه کنید چون امشب میخوایم به همه برسیم ها بچه ها. و امیر از آن جهان آمده چرا میگه امیر از آن جهان آمده به دلیل اینکه این آقای امیر توی کشتی که نشست کشتیش اصلا دیگه غرق شد میخواست بمیره میخواست قرق بشه به همین ترتیب نویسنده گفته امیر از جهان آمده آفرین پس بچه ها اینجا یک نکته مهمه از آن جهان آمده است امیر از آن جهان آمده پس میشه چی صفتمون صفت چیه؟ صفت امیره و امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد وارد خیمه شد بچه میخوایم روانش بخونیم خوب دقت بکنیم توی روان خوندن چیکار میکنیم و امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد به خیمه وارد شد و جامع بگردانید و لباسهاش را عوض کرد و تر و تباه شده بود بچه ها امیر تر و تباه شده بود لباس های امیر تر شده بود چون میخواست غرق بشه تباه شده بود همه لباس هاش پارپوره شده بود و برنشست بچه ها دقت بکنید توی فعل برنشستن بچه ها برنشست یعنی سوار بر اسب شد خیلی مهمه و به زودی به کوشک آمد به قصر که خبری سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود سخت قیده یعنی خیلی خبر بدی در لشکرگاه افتاده بود سال افتاده بود چه نوع فعلیه بچه ها؟ فعل مازی بعیده آفرین چرا مازی بعیده؟ هر زمانی که صفت مفعولی به اضافه بودن بودی بود بودیم بودید بودند بشه این رو بهش میگیم مازی بعید و استرابی و تشویشی بزرگ سوال دوتا هم معنیه بچه ها اگه الان اینجا بهتون بگم بچه ها رو قبلا بهتون فکر کنم جلسه پیش گفتم هر زمانی که واو عطف بیاد این کلمات چی میشن هم نقش میشن بچه ها الان استرابی و تشویشی این که واو ربطه هیچی اینو بهش میگیم واو عطف الان میگیم بچه ها نگاه کنید میگیم تشویش بزرگ این چه ترکیبیه؟ تشویش بزرگ چه ترکیبیه؟ تشویش آفرین تشویش بزرگ ترکیب وصفیه بچه ها پس استرابی بزرگ هم یک ترکیب وصفیه یعنی بچه ها اینجا ما داریم یک تشویش بزرگ یک ترکیب وصفی دوم استراب بزرگ دو ترکیب وصفی حواست به این قصه باشه ها خیلی مهمه این از این بچه ها بچه یک من یه یادگاری بهتون بدم که همیشه دیگه به اصطلاح جواب بده و کار خودتون رو راحت بکنید خوب دقت بکنید بچه ها. هر زمانی که خواستی ترکیب وصفی رو به دست بیاری خوب دقت کن آقا برای شناخت ترکیب وصفی چی کار میکنی؟ دو تا راه داری یک هرگاه صفت های پیشین به اضافه اسم شد این میشه یک ترکیب وصفی دوم بچه ها هر زمانی که کلمه ای به کلمه دیگه به وسیله کسره اضافه بشه بیا وسطش یه بسیار بذار بچه ها جمله رو بخون اگر معنی دهد اگر معنی ندهد اگه معنی بده ترکیبمون یک ترکیب وصفیه اگه معنی ندهد ترکیبمون یک ترکیب اضافیه بچه این توی ذهنتون باشه آقا همه جا صادق همه جا صادق و درسته مثلا من چند تا مثال بزنم بچه میگم کتاب عالی بچه ها، کتاب عالی آیا ترکیب وصفی یا اضافی میتونیم بگیم کتاب بسیار عالی یا نمیتونیم بگیم پس آفرین وصفیه پس بچه ها میگم کتاب محمد ترکیب اضافی میتونم بگم کتاب بسیار محمد نه پس ترکیب من چیه بچه ها اضافیه این توی ذهنت باشه من همین صفحه رو بگم دیگه بچه ها از این قسمت رد بشیم خب و اعیان و وزیر به خدمت استقبال رفتن اعیان و وزیر هم معنی چون پادشاه را سلامت یافتند. بچه ها یک نکته مهم این یافتن به معنای پیدا کردن نیست چون پادشاه را سلامت دیدند به نظرشون اومد سلامت پس نقش دستوری چیه مسنده این فعل اسنادیه پادشاه را میشه چی مفعول خروش و دعا بود از لشکری و رعیت و چندان صدقه دادن که آن را اندازه نبود آقا وقتی پادشاه رو دیدن سلامته تندرسته کلی همه داد و بیداد کردن خوشحالی کردن و کلی هم صدقه دادن و دیگر روز بچه دیگر روز گفتم روز دیگر امیر نامه ها فرمود به قزنین و جمله مملکت بر این حادثه بزرگ و سب سب یعنی بزرگ که افتاد که اتفاق افتاد و سلامت که به آن مقرون بچه مقرون توی امتحانتون میاد حواست باشه مقرون یعنی نزدیک شد و مثال داد بچه مثال داد توی امتحانت میاد حواست باشه مثال یعنی فرمان یعنی دستور تا هزار هزار درم به قزنین و دو هزار هزار درم یک میلیون دو میلیون به دیگر ممالک ممالک سرزمین ها به مستحقان نیازمندان و درویشان دهند مقرون میشه بگیم و سلامت که به آن مقرون شد افتاد و سلامت که به آن نزدیک شد کافی بهتره نگیم آقای حسینزاده زاده کافی نه بهتره بگیم نزدیک شد شکر این را و نوشته آمد نوشته بچه ها نوشته و به توقی بچه و توقی توی ذهنت باشه احتمال خیلی زیاد داره توی امتحانت هم بیاد حواست باشه توقی کردن امضای پایین نامه رو بهش میگن توقی کردن بچه ها معکد شد یعنی تأکید گشت بچه ها گشت چیه؟ فعل اسنادیه پس معکد میشه چی مسند و مبشران برفتن آفرین مبشران یعنی چی بچه ها؟ یعنی بشارت دهندگان خبررسانان و روز پنجشنبه امیر را تب گرفت بچه ها امیر به تب دوچار شد این نکته اینو بچه ها به این صورت بگین میگیم که این جمله تب امیر را گرفت کی گرفت امیر را تب پس تب رو میگیم نهاد چه چیزی را گرفت امیر را چه کسی را گرفت امیر را پس میشه مفعول گرفت هم میشه فعلمون تب سوزان و سرسامی افتاد بچه ها باز واو عطفه میگم تب سوزان میگم تب سرسام پس میشه یک ترکیب وصفی چنان که بار نتوانست بچه بار به معنای اجازه است امیر دیگه نمیتونست اجازه بده بار نتوانست بچه بچه دستور هم معنی میده حواست بهش باشه تا اینجا بچه ها سوال ندارین؟ سوال؟ خب بچه از اینجا بگذریم. فقط بچه ها لطفاً چند تا نکته دقت بکنید فقط چند تا نکته دقت بکنید دیگه این موارد رو من نمیگم خب شما اگه سوالی از اینجا دارید میتونید بپرسید وگرنه از این قسمت بچه ها رد بشیم چون که میخوایم تست هم حل بکنیم بیایم به درس جدیدمون بچه ها بچه ها امسال که سال 99 توی کنکور 99 از این ما سوال داشتیم توی کنکور ازش سوال داشتیم پس حواست باشه لطفا بهش خب بچه لختی یعنی مقدار کمی بعد دیگه ها بچه یک چند تا نکته اینجا من بهتون بگم بچه ما چند تا شخصیت داریم اینجا یکی بونصر مشکانه یکی ابوالفضل حقیه یکی قاضی بلحسن بولانیه یکی پسر قاضی بوبکره بوبکر پسر قاضی بولانی بچه بونصر مشکان توی ذهنت باشه ممکنه توی امتحانت بیاره اصلا بونصر مشکان کیه درسته؟ آفرین امیر محمود و امیر مسعوده امیر محمود امیر مسعود امیر محمود پدر بود و امیر مسعود پسر بود که این درس درباره کیه امیر مسعوده درست شد اما این دوتا نکته خیلی مهمه بونصر مشکان بچه رئیس دیوان رسائل بود رئیس مکتوباتش بود دبیرخانش بود ابوالفضل به حقی بچه شاگرد بونصر مشکان بود قاضی بل حسن بولانی قاضی بسیار درست و با ایمان بود که اصلا رشوه قبول نمی کرد بچه بوبک پسر قاضی که او هم مثل پدر با ایمان بود درست شد بچه این چند تا نکته رو لطفا خوب یاد بگیرید فوقلاده مهمه توی امتحاناتی که ما میاریم معمولا هستش درست شد این رو لطفا توجه بکنید خب بچه ها توی کارگاه مت پجروهی بسا خیلتاش خیلتاش چه کلمه هایی میتونیم براش بیاریم همراهان نوکران چاکران رقعت نامه کوتاه و توقی هم اگه دانش آموزی گفت اشتباه نیست رقعت نامه کوتاه بچه ها، این ساعت سال مهمیه هم یکش مهم بود هم دوش مهمه فرمان داد معادل معنی فعل های زیر از متن درس بچه فرمان داد یعنی مثال داد اجازه حضور داده شود بار سوار اسب شدن برنشستن بچه خیلی مهمه ها حتما بچه ها ازش توی امتحانتون دارید بچه ها محجوب گشت از مردمان یعنی پنهان شد مردی محجوب یعنی با حیا با شرم این خیلی مهمه بچه حواستون بهش باشه ها یک کلمه ممکنه در یک جمله یک معنی دیگه بده در یک جمله یک معنی دیگه ای رو ازش استنباط بکنیم خب آها بچه ها، اینجا طریقه مجهول کردن فعل ها و جملاته بله خیلی مهمه بچه ها صفحه بعد رو نگاه کنید سه تا قاعده براتون گفته این سه تا قاعده رو بعد حفظش بکنید برای اینکه یک جمله رو مجهول بکنید اول نهاد تو هست دوم مفعول رو بیار به شرط اینکه را رو حذفش بکنی مفعول رو بیا جای نهادت قرار بده سوم فعلت رو تبدیلش کن به صفت مفعولی و شناسه فعل رو با نهاد از نظر مفرد و جمع بودن مطابقت بده درست حالا بچه ها. آها یک نکته مهم بچه ها اینجا هستش که نکتهش خیلی مهمه توی به اصطلاح امتحانات میاد امروزه فعل مجهول به کمک مصدر شدن ساخته میشه اما در گذشته فعل های مانند آمدن گشتن هم هست پس من این کارو میکنم میگم فعل های مجهول مساوی است با شدن مساوی است با آمدن مساوی است با گشتن آقا این ستا فعل خوب یاد بگیر اینها رو بهش میگیم فعل های مجهول درست حالا بچه ها بیایم من چ... یک نمونه از فعل ها رو از جمله ها رو درست کنم اینجا بچه ها میگم که بذار من یک جمله خودم بنویسم میگم که او کتاب ها را خرید اول قرارمون چی بود نهاد را حذف کنیم مفعول رو بیاریم جای نهاد راش را حذف کنیم پس میگیم کتاب ها خرید جمله درست نیست گفتیم که فعل و تبدیلش کن به صفت مفعولی طریقه صفت مفعولی اینه بچه ها فعل مازی رو به اضافه ه می همین همین بچه ها کتاب ها خریده و در انتاج کار می کنیم شد اضافه می حالا مگه این نهاد ما نیست مفعول ما نیست که نمد نهاد این مگه جمع نیست پس فعل ما هم باید جمع بشه کتاب ها خریده شدن این میشه جمله مجهول درست شد حالا بچه ها مریم کتاب میخواند مریم رو حذف کردیم کتاب خوانده خواهد شد این طریقه مجهول کردنه پس اولین کاری که میکنیم نهاد رو حذف میکنیم دومین کار مفعول رو میاریم جای نهاد سومین کار را را حذف میکنیم چهارمین کار صفت مفعولی درست میکنیم پنجمین کار شناسه فعلمون رو باهاش چیکار میکنیم هماهنگ میکنیم تموم بیاین بچه ها به کران... بچه ها! مجاز همیشه توی ذهنتون باشه کلمی که در معنای خودش به کار نره الان نگاه کنید بچه ها به کران آب به کران آب که نیومدن آب منظورش رودخانه است و خیمه ها و شرا زده بودن زری که سلطان محمود این زر بچه به معنای تلاس به قز از بتخانه ها به شمشیر شمشیر یعنی به جنگ همه اینها مجازه و شکسته و پاره کرده پاره کرده هم بچه به همون شکستنه پس اینها رو میتونیم به عنوان مجاز در نظر بگیم آفرین با جنگ یا با قدرت جنگی خود عالیه باری کلا آفرین درست شد پس اینها رو به عنوان چی در نظر میگیریم بچه ها به عنوان مجاز حتما بچه ها توی امتحان دارید صد درصد اصلا شک نکنید ها خب خب آقا این سال سال مهمیه ممکنه برات بیاد گفته امیر از آن جهان آمده به خیمه ها فرود آمد بچه ها امیری که خیلی خوششانس بود امیری که نزدیک بود غرق بشه به خیمه وارد شد فرود آمد یعنی وارد شد و جامعه بگردانید و لباس هاش چکار کرد عوض کرد با توجه به ز... جمله زیر به پرسش ها پاسخ دهید این مرد بزرگ و دبیر کافی به نشاد قلم در نهاد بچه ها. این مرد بزرگ منظورش کیه؟ باری کلا بونسر مشکانه پس مقصود از این مرد میشه بونس دبیر کافی بچه ها. چی بود دبیر کافی معنیش؟ یعنی دبیر با کفایت با لیاقت درست نویسنده کاروان نه بچه ها دبیر کافی فقط این رو برای امتحانتون بنویسید یعنی دبیر یا نویسنده با کفایت دبیر رو بچه ها نویسنده درست اینم از این گفته گوینده زیر از کدام فضیلت های اخلاقی برخوردار بود آنچه دارم از هوتام. بچه هوتامو یاد بگیرید. فوق العاده کلمش مهمه هم املایی هم معنایی. هوتام بچه ریزه هر چیزو میگن. ریزه هر چیز. و کنایه از مال, ان... مال اندک یا بی ارزش دنیا. آنچه دارم از حتام دنیا حلال است و کفایت است و چه کافی است و به هیچ زیادت حاجت نیستم چه مفهومی رو به ذهنت میرسونه باری کلا قانع بودن تم نداشتن این هم که از این بچه ها مهم نیست ولی خودتون بخونید بیایم زاغ و کپ رو بچه ها حواستون بهش باشه بچه نه دیگه آه. خوبه خوبه بچه آفرین بچه یک نکته خدمتتون بگم حواستون من باشه آقا شیخانی ها مهمه یک و نیم نمره یک نمره تا دو نمره نهایتش از یک نمره تا دو نمره اختصاص بهتون میدن به شیخانی ها خب یکی از این شیرخانی ها که خیلی مهمه همین هستش زاغ و کبک لطفا اینو بخونید چندین بار بخونید مرور بکنید مرور بکنید تا کلماتش و عبارتش در ذهنتون بمونه این خیلی مهمه خیلی خیلی بچه ها میتونه کمکتون بکنه به اصطلاح در حفظ شعر همین تکرار و به اصطلاح تکرر به خاطر چی به خاطر اینکه من اگه بشینم خب بگم که چی زاقی از آنجا که فراقی گزید زاقی از آنجا که فرا یعنی 20 بار سی بار بگم این فایده نداره تمرکز بکنید و اون بیت ها رو چکار کنید هی مرتب تکرار بکنید مرتب تکرار بکنید بهترین کار هم اینه که بیت ها رو بچا تک به تک نخونید مثلا زاقی از آنجا که فراق گزید رو ده بار نخون باز برو بیت دوم بیت دوم رو 20 بار نخون برو بیت سوم نه زنجیروار بخونید برای حفظ شه یعنی یک بار با تمرکز از زاغ بخون تا انتها بار دوم از زاغ بخون تا انتها این توی یادگیری خیلی بهتر و موثرتره پس لطفا به این قضیه دقت داشته باشید که خیلی مهمه خب بچه ها کلمه فراق مهمه آسایش راق مهمه دشت این از این مفهومش چیه بچه ها؟ مفهومش اینه که شما اینجا بهتون بشو... میگه که یک زاغی بوده سفر کردن نیست آقای حسین زاده سفر کردن نیست مفهومش کنایه هست آها آه بله 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 درسته بچه ها. آفرین تقلید کرکرانه است یک آقای زاغی بوده و در یک کوهی وارد شده در یک منطقه وارد شده دیده کپک که یک موجود بسیار است و خیلی هم زیبا راه میره داره حرکت میکنه زاق گفت چرا من مثل این حرکت نکنم به اصطلاح رفتار خودش و راه رفتن خودش رو فراموش کرد و دقیقا مثل همون چند روز راه رفت بعد از این چند روزی که راه رفت دید که مثل کپ که نمیتونه راه بره هیچی مثل خودش هم دیگه نمیتونه راه بره چی شد راه رفتن خودش رو فراموش کرد چی شد بچه ها این تقلید کورکورانه باعث کلی آسیب به زاخ شد مفهوم کلیش اینه که میگه انسان اگر تقلید کورکورانه داشته باشه اون انسان چی میشه نابود میشه اون انسان چی میشه اذیت میشه اون انسان چی میشه تباه میشه مفهوم کلیش اینه اگر بچه ها سوال یا مطلبی تو این قسمت دارید بپرسید از هر بیت که معنیشو نمیدونید عبارتی نمیدونید من براتون بگم وگرنه رد بشم ازش فقط یاد داشته باشید بچه ها حتما تاریخ ادبیاتش خیلی مهمه ها محمد حسین تحفت الاحرار از جامیه سالی نیست خیلی خوب بریم بچه ها از این درس خب آقای مهندس نیم ساعت آخر به من خبر بدی خب این هم کپکو فصل دوم بچه ها درباره ادبیات پایداریه تا صفحه چند شما رو درست دادم بچه ها تا درس نهم تا درس نهم خیلی خوب درس درس سومیم هنوز بچه ها این درسه از اون درس مهم ماست یعنی توی امتحان پایانیتون که هیچی در امتحان در آزمون ها و در به اصطلاح کنکور بچه ها فوق از, از سوال میاد در امواج سن بچه ها خیلی مهمه مفهوم کلیشی خوب دقت بکنید این مفاهیم کلی که میگم در ابتدای درس خیلی میتونه کمکتون بکنه مفهوم کلیش اینه که آقای محمد خارعزمشا جلال الدین خارعزمشا یا محمد خارعزمشا در زمانی که پادشاهی می کرده مغولان به کشور ما حمله کردن و محمد خارعزمشا با تمام قدرتش با تمام توانش در برابر مغولان چکار کرده؟ ایستادگی کرده وستاده حالا سربازاش رو کم کم از دست داده آفرین سربازاشون رو کمتی هم از دست داده و واقعا دیگه به اصطلاح چیزی ازشون نمونده خودش به تنهایی به دنبال فرمانده مغولان که اسم چنگیز بود میره و میخواد اون رو پیدا بکنه همه مغولان اون رو به اصطلاح محاصرش میکنن و خیلی هم به اصطلاح با او میجنگن و همه رو حریفه در انتها بچه ها توی تصویر هم میبینید با اسبش به درون آب میزنه و از دست مغولان چیکار میکنه فرار میکنه در صورتی که باز فرار میکنه در حین فرار هم باش با مغولان باز میجنگه این مفهوم کلی داستان در انواج سنده بچا قالبش یه قالب جدیده که بهش میگن چارپاره یا دو بیتی های به هم پیوسته حواستون باشه بچه ها. چارپاره یا دو بیتی های به هم پیوسته چارپاره چیه بچه ها؟ دو بیتی های به هم پیوسته چیه؟ بچه ها هر زمانی که دو بیت اومد و فقط مصراهای های دومش با هم هم قافیه بود اینو بهش میگیم دو بیتی حالا اگر از این دو بیتی ها چند تا پشت سر هم اومد این رو بهش میگیم دو بیتی های به هم پیوسته یا چی بچه ها یا چهار پاره به همین راحتی یا بهشون میگیم چهار پاره یا دو بیتی های به هم پیوسته فقط یک نکته مهم وجود داره که حواستون باید بهش باشه بچه ها حتما باید بین این دو بیتی ها حتما بین دو بیتی ها باید ارتباط معنایی برقرار باشد این بچه ها لطفا خیلی بهش توجه بکنید خیلی بیت نیست از شعر اصلی اگر بودن باز هم پیوسته بودن محمد حسین اصلا منظورتو متوجه نشدم یه بار دیگه بگو من که شعر اصلی رو گوش دادم بیت های دیگه هم آها بله 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 اینجا به اصطلاح تلخیص کرده خلاصه آورده شعر اصلیش خیلی زیادتر از اینه ولی مهم اینه که قالبش دو بیتیه همون شعر اصلی هم قالبش دو بیتیه چرا؟ چون این دو تا بیت دو تا بیت آورده این ستاره رو میبینیم بچه این یک دو بیته این یک دو بیته این هم یک دو بیته درست شد؟ خب بچه دقت داشته باشید من یکی دو بیت این رو تحلیل بکنم بقیهش دیگه با خودتون خب لطفا خوب دقت بکنید اولین کاری که بچه ها حتما امسال در یازدهم بهش تسلط پیدا میکنید اینه که حتما این کار رو انجام بدید چه کاری بچه ها؟ بتونید جمله ها رو به لحاظ ساختاری درستش بکنید بیت ها رو درستش بکنید به مغرب سینمالان قرص خورشید ناهان میگشت پشت کوه ساران. اول باید من فعلش رو پیدا کنم فعلم چیه بچه ها؟ ناهان میگشته پس میذارمش آخر نهان میگشت رو نقطه میذارم چه چیزی نهان میگشت بچه ها قرص خورشید پس قرص خورشید میشه نهادمون قرص خورشید سینمالان به مغرب پشت کوهساران نهان میگشت بچه اگر شماها تونستید این کار رو انجام بدید توی ادبیات فوق برتر هستید از دیگران اگر نه امسال باید تلاش بکنید به این ویژگی دست پیدا کنید ها خب حالا من همه ارکان این رو میتونم بگم میگشت فعل اسنادیه نهان مسنده قرص خورشید نهادمونه قرص خورشید خورشید رو به قرص تشبیه کرده اضافه تشبیهیه قرص یعنی دایره سینمالان بچه ها حالتشه چون حالت قیده حواستون باشه بچه ها بچه ها انسان داره سینمال راه میره یعنی انسان سینه هاش رو روی زمین میذاره و خودش رو چکار میکنه میخزه روی زمین این رو بهش میگن به مغرب سینه مالان قرص خورشید درست شد به این صورته سینه خیز رفتن احسن به مغرب باز بچه ها قیده قیدمون قید چیه؟ قید زمانه بچه ها پشت کوهساران میتونم یک در بهش اضافه کنم میتونم متمم بگیرم متمم بگیرم متمم میشم بچه ها پشت کوهساران دیگه متمم قیدیه حالت مکان رو گفته این میشه از اجزای جمله من حالا قرص خورشید مگه میتونه مثل اون به صلاح راه بره باز یک تشخیص و یک استعاره هم هستش میبینید بچه ها اگه دانش آموزی این تحلیل ها رو اوورد توی بیت خیلی موفقه اگه نتونست نه بهترین راه هم اینه که اول شما بیاین جمله ها رو درستش بکنید فعل رو پیدا بکنید نهاد رو پیدا بکنید مفعول مصمم مسند رو سر جای خودش قرار بدید ما مرکان براتون بچه ها چی روشن میشه مصرع دوم رو نگاه کنید بچه ها خودتون با من ببینیم چیکار میکنید فرو میریخ گردی زعفران رنگ به روی نیزه ها و نیزه داران. الان بچه ها اینجا چه اتفاقی افتاده فعل اون چیه فرو میریخته فرو میریخت رو ورش میدارم میبرم آخرش میذارم چه چیزی فرو میریخت بچه ها گردی زعفران رنگ آفرین پس بچه ها جمله هم چجوری میشه به این صورت میشه میگم گردی زعفران رنگ به روی نیزه ها و نیزداران فرو میریخت درست؟ حالا گردی زعفران رنگ میشه نهادم فرو میریخت فعلمه فعل پیشوندی هم هست به روی نیزه ها و نیزداران داران بچه ها چیه منه؟ متمم منه می بینید بچه ها چقدر راحت در میاد همه چیز؟ گردی زعفران رنگ به روی نیزه ها و نیزه دارن. این از لحاظ ساختاریش بچه ها آفرین الان همین رو میخوام بگم حالا بچه ها بیایم از لحاظ آرایه بررسی بکنیم قرص خورشید رو گفتم چی بچه ها اضافه تشبیهی قرص خورشید سینمال روی زمین راه میره تشخیص هم میتونیم بگیریم استعاره نهان میگشت پشت کوهساران که هیچی فرو میریخ گردی زعفران رنگ به روی نیزه ها و نیزه داران بچه ها معنیش چیه؟ بیت اول میگه قرص خورشید کم کم داشت پنهان میشد در پشت کوها مصرای دوم و گردهای زعفران رنگش رو روی نیزه ها و نیزه داران چیکار میکرد؟ پخش میکرد یعنی چی بچه ها؟ یک مفهوم دیگه هم میتونیم از ازش برداشت بکنیم یعنی میگه با غروب خورشید حکومت خارزم شاه هم چیکار میکرده؟ افول میکرده آفرین هم میتونیم بگیم با غروب خورشید حکومت محمد خارزم شاه هم چیکار میکرده بچه ها؟ کم کم داشته به شکستش نزدیک میشده کم کم داشته به شکستش نزدیک می شده درست شد این از این بچه ها حالا میتونم من این دو تا بیتو ولش کنم اگه اینجوری کار کردیم بچه ها تو ادبیات موفقی وگرنه نه درست شد بچه ها از این کار کنیم یا بریم صفحه بعدی نظر دو بیت دیگه کار کنیم یا بریم درسه دیگه رو کار کنیم کار کنیم بریم بچه ها دو بیت دیگه ازش کار کنیم چون میخوام به همه برسیم میخوایم تست هم بزنیم ها زهر سو بر سواری قلط میشد درست همه چیزش کاری نداریم قلط زدن و حواست باشه تن سنگین اسبی تیر خورده سوال من از شما اینه بچه ها الان این مصرا این بیتمون چند تا جمله است میگیم یک جمله چرا چون میگیم که تن اسب سنگین اسب تیر خورده همش میشه نهادمون ا... این زه بچه ها ازه ازه بعد از حرف اضافه چی میاد بچه ها متمم؟ بر حرف اضافه است بعد از حرف اضافه متمم قلت میخورد بچه ها یک فعل مرکب در نظر بگیرید قد میخورد رو لطفا یک فعل مرکب در نظر بگیر بله دقیقا حالا بچه ها تن سنگین یک ترکیب وصفی اسبی تیر خورده یک ترکیب وصفی اسب تیر خورده اسب تیر خورده تر اسب تیر خورده است بچه ها معنیش چی میشه میگه انقدر جنگ شدت داشت که تیرها به اسب ها میخورد اسب ها که سوارا روش بودن میافتادن بعد این اسب ها از درد و رنج غلط میزدن روی زمین روی کی روی سوارکارهاشون یعنی اوزار بچه واقعا دراماتیک داره توصیف میکنه واقعا ناراحت کننده است میگه به ها تیر میخوردن میافتادن می میزدند، می سوارکارا هم رو زمین بودن دیگه روی اونها قلط میخوردن به زیر باره مینالید از درد باره اسب بچا بار دستور بود اجازه بود باره اسبه بارو حساره داریم بچه ها برج و بارو حواستون باشه به این به زیر باره مینالید از درد سوار زخمدار نیم مرده کلش نهاد بگیر سوار زخمدار نیم مرده به زیر باره از درد مینالید به زیر باره متمم از درد متمم سوار زخمدار نیم مرده مینالید مینالید هم فعل بچه میتونید بگیم فعل چه نوعیه؟ فعلش چیه؟ کی میتونه بگه؟ مزاره؟ آفرین بنال نال می به اضافه بن مزاره به اضافه شناسه درسته؟ مزاره یا مازی؟ مزاره مازی آها قبلا داشته مینالیده بچه ها نگاه کنید حتما این کار رو انجام بدید نالیدن رو امرش کنید بنال نال حالا مینالم مینالی مینالد مینالیم مینالید مینالند درست شد مینالند به زیر باره مینالید کی گذشته پس این رو به عنوان ماضی در نظر بگیریم درست شد؟ سوار زخمدار بچه سوار زخمدار زخمدار برای سوار چیه صفته؟ زخمدار نیم مرده نیم مرده هم صفته بچه میگه این سوارها در زیر از پا چیکار میکردن داد و بیدادشون هوا میرفت انقدر جنگ و بود که داد و بیداد سوارکارها چی میرفت بالا میرفت نهان میگشت روی روشن روز به زیر دامن شب در سیاهی بچا فعلمون باز میگشته روی روشن روز میشه نهادمون به زیر دامن شب در سیاهی میشه متمممون نهان میشه مسندمون میگشت میشه فعل اسنادی بچه حالا معنی میگه دامن شب نهان میگشت بچه نهان میگشت روی روشن روز به زیر دامن شب در سیاهی یعنی میگه روز تموم میشد و شب فرا میرسید همین روز تموم میشد و شب فرا میرسید حالا روی روشن روز بچا روی روشن روز روی روز روشن که صفته روی روز میتونیم یک اضافه استاری در نظرش بگیریم دامن شب رو اضافه استاری آقا یک نکته بچه ها میگم یاد داشته باش مجاز خورشید نیست روز روشن روز روشن نه مجاز نگیریم استاره بگیریم اضافه استاری در نظر بگیریم بچه ها این نکته رو خوب در نظر بگیرید اضافه استاری اگر اعضای بدن انسان به اضافه غیر انسان شد این رو بهش میگیم چی اضافه استاری دامن شب اعضای بدن, اعضای بدن انسان یا ویژگی های انسانی درست شد یا ویژگی های انسانی به اضافه غیر انسان شد درست شد اینم از این در آن تاریک شب میگشت پنهان فروغ خرگه خارزم شاهی بچه ها فروغ خرگه خارز شاهی کلش نهاده یا گروه نهادی مونه فروغ خرگه خارز شاهی در آن تاریک شب پنهان میگشت حواستون باشه میگشت اسنادی باز پنهان مسنده در آن تاریک شب بچه ها چیه؟ متممه آن تاریک شب یک ترکیب چیه بچه ها؟ وصفیه درست شد بچا میگه در آن تاریک شب میگهش پنهان فروغ خرگه خارزمشاهی بچا فروغ یعنی نور یعنی روشنایی یعنی حکومت یعنی ده، ده، کاخ یعنی به اصطلاح سلطنتشون خرگه یعنی بارگاه خارزمشاهی هم که مشخصه یعنی میگه سلطنت بارگاه پادشاهی خارزمشاهی با فرار رسیدن شب تموم میشد درست شد خانم خوشرو کجاست ترکی وصفی مغلوبه آن تاریک شب میگشت پنهان فروغ خرگه فروغ خاره از شاهی آه شب تاریک آفرین درسته تاریک شب چرا مغلوبه درسته آفرین تاریک شب در از چیه شب تاریکه تاریک برای شب چیه صفته تاریک برای شب صفته بچه ها توی این بیت ها اگه دقت داشته باشید غروب رو اگه توی امتحان براتون آوردن هر جایی که براتون آوردن به معنی چی در نظر بگیرید حتما به معنای از بین رفتن حکومت تمام شدن حکومت در نظر بگیرید حکومت کی؟ حکومت خارعزمشاهیان به دست کی؟ به دست مغولان و چنگیز درست شد؟ تا اینجا سوال نداریم بچه ها؟ بچه باید تست بزنیم ها باید تست بزنیم بریم بریم یک چند تا درس دیگه هم بگیم بچه اینا رو لطفا یه زحمت بکشید خودتون آها بچه این مهمه قلم روها بچه ها اسب باره نابود کردن به چه معنی بود؟ نابود کردن و عمیق جرف نابود کردن آها بدان شمشیر تیز آفیت سوز جمله ها و به نقش های مختلف کلمه،, کلمه امروز توجه کنیم بچه ها امروز را قنیمت دان چه چیزی را قنیمت دان امروز را امروز روز شادی است گنجینه عمر امروز است چطور است امروز است برنامه امروز کسره گرفته برنامه بسیار امروز یا امروز تر نمیتونیم بگیم مضاف الیه امروز به کتابخانه میروم امروز پچه بچه ها قیده درست شد این از این خب بچه ها مفهوم قیدی توی ذهنتون باشه بچه ها. اگه بتونید اون قسمت رو از جمله حذفش بکنید گروه قیدی بخش از جمله است که جمله یا جزی از آن را مقید می کند یا توضیح نظیر مفهوم حالت زمان مکان تردید یقین تکرار رو به جمله میه قید میتونه از نظر نوع اسم صفت یا قید باشه این هم که دیگه مهم نیست بیاین بچه ها گفته که دریای خون در بیت هشتم و دوازدهم هم استاره چیست بچه ها بیارمش هشتم و دوازدهم رو هشتم و دوازدهم. نرسیدیم بهش آها در آن دریای خون بچه دریای خون در قرص خورشید استاره چی سر... سرخی رنگ درسته یه کلمه دیگه بود چی بود تو بیت دوازدهم آها در آن دریای خون در دشت تاریک بچا دقا کنید به خونا به شفق در دامن شام به خون آلوده ایران در آن دریای خون این رو استاره میتونیم بگیم از به اصطلاح اون سرخی غروب آفتاب اینجا در دریای خون در دشت تاریک دریای خون رو به اصطلاح معرکه جنگ در نظر بگیریم بچه ها یک سوالی که از اینجا ممکنه براتون بیارن یکی فلقه یکی شفق فلق بچه ها لام داره شفق لام نداره پس بچه هر دوش سرخیه این سرخی طلوع آفتاب بهش میگن این سرخی غروب آفتاب بهش میگن این چون لام داره پس طلوع با اینه درست شد خب اینا از این بچه ها بریم آها بچه یک نکته هم اینجا بگم حیفه این درس میدونی اینقدر بچه ها مطلب داره که من هر چی بگم بازم کمه بچه ها صد روان صد نمیتونه یا صد یا روانه پس میگیم چی پارادوکس یا متناقض نما درست شد این هم از این بریم دیگه واقعا بریم واقعا بریم بعد بچه گفته کاربرد تشبیه و کنایه زرخسارش فرو میریخ اشک بنای زندگی بچه ها بر آب میدید در آن سیما آبگون انوا بچه بنای زندگی زندگی رو به چی تشبیه کرده به بنا پس یک اضافه تشبیهی در آن گون امواج لرزان خیال تازه خیال تازه در خواب میدید کنایه است از نقشه جدید بچه ها سیماب گون امواج مانند سیماب این گون یادتون باشه پسوند شباهت مانند سیماب درست؟ اینم از این بچه ها تعریف چارپاره رو لطفا خوب یاد بگیرید خیلی مهمه تعریف چارپاره خیلی مهمه موضوعات هم مهمه بچه ها اگه گفتن درباره چه موضوع هایی میگن این هم مهمه بریم بچه ها قسمت بعدی بچه این بیت این سال سال مهمی اصلا قلم فکری رو یه حساب ویژه لطفا روش باز کنید خب گفته در آن تاریک شب میگشت پنهان فروغ خرگه خارزم شاهی یعنی چی؟ این نابودی حکومت خارزم شاهی حمیدی شیرازی در عبیات زی چه کسی را با چه ویژگاه های وز کرده است؟ چه اندیشید آن دم کس ندانست که مجگانش به خونه دیده تر شد چه آتش در سپاه دشمن افتاد ز آتش هم کمی سوزنده تر شد بچه کی رو جلال الدین امه خارزم شاه رو این هم از این بچه ها دیگه لطفا بریم وارد تست ها بشیم به نظر من گنج حکمت رو هم خودتون بخونید فقط این رو بدونید گلستان مال سعدیه آها بچه ها این یک نکته هست اینجا بگم ممکنه براتون سوال بیارم بچه ها خوب دقت دق... بکنیم بریم تست بریم تست همین رو بگم بریم تست بچه ها گرد زده از براید چو عدات مانند میشه نخل میشه مشبهان به کریم میشه وجه شبه تو میشه مشبه باز بچه ها اگر تو این ته تو هستش این ته بچه ها تو هست که میشه مشبه تو ادات سر مشبهون به آزاد وجه چه شبه اینم از این آقای مهندس بچه ها کنیم تست بزنیم چون زمانمون کمه ها این هم تو ترهیم گفته باشم بهتون آره آره تست و نکته بگیم آره آقای مهندس زحمت میکشه همین تست ها رو بیارین بچه ها فقط نکته ای که گفتن تو امتحان ازش قافل نشین خب حتما حتما تا میتونید مردها رو به لحاظ مفهومی نگاه بکنید دومین دو کاری که میکنید واجه نامه ها رو خوب بخونید سومین کاری که میکنید قلم روها زبانی ادبی فکری فوق العاده مهمه فوق مهمه درست شد اونها رو حتما مورد بررسی قرار بدین الان ما کلی باز نکته و تست براتون حل میکنیم این فایل ها رو هم بچه ها این فایل ها رو هم کانال منو دارین شما ها یا نه بله بچه ها گروه رفع اشکال آره توی گروه رفع اشکال براتون میذارن و براتون میفرستن حتما این تیپ تست رو به اصطلاح ببینید و حلش هم بقیهش خودتون بکنید تحلیل بکنید چه تست خوب تعدادش هم زیاده بریم بچه ها چند تست و چند تا نکته خدمتون بگم گفته در عبارت زیر آرایه های جناس ناهمسان واجارایی و, و تضاد رو پیدا بکنید در ایران آن روز دو دربار بود دربار بزم و دربار رزم اینها که بچه ها میشه چی جناس ناهمسان بچه ها هم جناس ناهمسان میشه بعض یعنی راحتی یعنی ایشونوش کردن جنگ پس این دو با هم چیه تضاد داره درست شد واجارایی هم که داره دیگه هر زمانی که بچه ها حروف بیش از سه بار تکرار بشه این رو بهش میگن واجارایی درست شد بله سال بعدی گفته در هر یک از عبارتزی نوشته شده را بیابید استاره کسی شکفتن صبحی چنین باور نداشت بچه ها شکفتن صبح چجوری شده شکفتن صبح استاره به این صورت میگیم که حواستون باشه بچه ها استاره اگه مشبه بیاد به اضافه ویژگی های به بشه یا همون وچه شبه بشه میگیم چی بچه ها؟ آفتاب مانند صبح میشه آفتاب ببخشید آفتاب مانند گل ویژگی گل شکفتن دیگه درسته پس شکفتن صبح اگه بچه ها از تشبیهمون اگه از تشبیهمون بذار من اینو مهندس این تخت پاک کن این تخت پاک کن رفت رف. آره پاک کنش آره همینو یک زحمت بکش پاکش کن آره آره همین جمله رو پاک کن آره همین همین مرسی آقا پاکونه تموم نشه دیگه عالی خوبه 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 ممنون عالی بچه ها نگاه کنید این جملهمون اینجوری میشه میگیم که صبح مانند گل میشه کفت. اگر از تشبیهمون فقط مشبه و بچه شبه بیارن این رو بهش میگیم استعاره مکنیه درست شد این رو بهش میگیم استعاره مکنیه آفتاب داشت تیغ میکشید آفتار مگه میتونه شمشیر بکشه بچه ها همیشه توی ذهنتون باشه پس پس میگیم پس بچه ها میگیم تشخیص و بعد هم میگیم استاره مکنیه تیغ میکشیدن یعنی شمشیر سینه ها را سپر گلوله های آتشین ساختن مجازش بچه ها فقط که به سینه انسان گلوله نمیخوره که منظور از سینه ها یعنی کل وجود انسان پس کل وجود انسان پس میشه چی بچه ها؟ مجاز مجاز هم کلمه ای هست که در معنی خودش به کار نره درست؟ بریم گفته از عبارت از درس عباس میرزا آغازگر تنها از کی بود درسش بچه ها؟ میتونید بگین؟ از عبارت فکر حمله روس بختکبار روی دربار چنبره زده بود چه مفهومی استنباط میشود؟ بچه ها یعنی حراس و بیم از حمله روزها یا پاسداری و حفاظت از میهن پاسداری و حفاظت از میهن که نبود یعنی این حواستون باشه بچه ها بختک یعنی حراس یعنی ترس سال بعدی نام دیگر قالب چارپاره بچه ها گفتم دو بیتیهای به هم پیوسته است حواستون باشه بچه ها شکلش هم اینجوریه ببخشید مصرهای زوج مصرهای زوج هم با هم هم قافی است بچه یکی از سوالاتی که ممکنه براتون بیارن میگن که در گروه های کلمات زیر غلط های املایی رو پیدا کنید و شکل درستشون رو بنویسید قوقا و حیاهو درسته تقدس و پاکی درسته صلاح و درست این سلاح بچه ها اشتباهه این سلاح اشتباهه این سلاح جنگیه درسته خرد و بزرگ اشتباه خرد و بزرگ این خوردن تن حاسدان مناسک حج محضر خدا منطق و عطار لقا و ملاقات درست خواستن و بلند شدن اشتباه این خواستن به این معنی بود درست شد اینم از این باری در بیت زیر بچه ها نقش رو پیدا کنید اینو باید یاد داشته باشید من اینجا توضیح میدم نقش های طبعی به سه دسته تقسیم می شود. یا بدل بود یا تکرار بود یا واو عطف بود این توی ذهنتون بچه ها باشه حالا تو خود چه لعبتی ای شه سواره بدل بچه ها خود بدله چرا؟ چون اومده درباره کلمه قبلش توضیح داده که در برابر چشمی و قایب از نظری چشمی و قایب از نظر که در برابر چشمی بچه این واو رو واو عطف نگیرین این واو ربطه این جواب اشتباهه که در برابر چشم هستی چون فعله پس این رو ربط در نظر میگیریم کلا یه دونه داره اشتباه گفته جواب رو سوال بعدی سوال سیزده در بیت زیر در بیت به ترانه های شیرین به بهانه های زرین بکشید سوی خانه مه خوب آرایه استامیزی و استارا بچه هر زمانی که حسای پنجگانه بویایی شنوایی بیایی چشایی و لامسه با هم در کنار هم بدل رو توضیح بدم محمد باشه من اینجا توضیح میدم بدل محمد هر زمانی که یک کلمه دیدی یک کلمه یا یک عبارتی اومد کلمه و عبارت قبل از خودش رو توضیح داد اینو بهش میگیم بدل همین مثلا میگیم که محمد زرنگ ترین دانش آموز در مدرسه فلان است الان زرنگ ترین دانش آموز کی رو توضیح داده محمد رو پس اینجا رو بهش میگیم بدل میگم او خود کارهایش را انجام میداد این خود درباره کی تو صحبت میکنه درباره او پس این خود رو بهش میگیم بدل محمد درست شد خیلی خوب بچه من همین سوال رو بگم دیگه تموم بگیم بچه گفته آرایه های حسامیزی ترانه های شیرین ترانه شنیدنیه شیرین چشاییه پس میشه چی حسامیزی بکش به بهانه های زرین بچه بهانه انتظایی زرین دیدنی حس بینایی پس میشه چی حسامیزی؟ دانش آموزی هم اگه بگه بهانه شنوایی درسته بچه مه خوب خوشلقا استاره استاره است از معشوق که همون کی بود توی درس شمس تبریزی درست شد خیلی خوب محمد لطفا حتما این تست های دیگه هم که داری از کانال میگیری حتما مرور کن چل پنجاه تا تست سعی کردم تیپ های مختلف تست ها رو بهت بگم و به اصطلاح تحلیلش بکنم حتما این رو مورد توجه خودت قرار بدی خیلی میتونه توی امتحانت کمکت بکنه محمد اگه سوالی نداره کلاس رو تموم قربان شما خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید شاد باشید تندرست باشید و سلامت باشید خسته نباشید آقای حسین زاده و خدا نگهدارتون خسته نباشید <applause>